بفرمایید. الو الو الو، بله جانم، من داشتم سوال راجع به جواب بچه ها جواب میدادم. شما رو خطی بفرمایید، روی آنتنین بفرمایید. درست شد. سلام خدمت شما سلام. و متشکرم از اینکه وقت گرامراتون رو در اختیار ما میذارید. ای جانم، خانم دکتر، من 32 سالمه، مجرد هستم و دانشجوی ترم آخر دکترا هستم. به به به، در ایران. قصد دارم بعد از اتمام پایان‌نامه‌ام ایران رو ترک کنم، اما در حال حاضر خواستگاری دارم 44 ساله و با تحصیلات دیپلم طرف فروش هستم. ابتدا جواب رد دادم به خاطر 12 سال اختلاف سنی و تحصیلات، اما با اصرار خانوادهشون و تماس مکرر قرار شد با هم دیگه صحبت کنیم و همدیگر رو ببینیم. درسته. بعد همدیگر رو دیدیم، آدم ساده و معمولی بودن برخلاف برعکس من، و طبق صحبت ها و گفتگاهایی که رد و بدل شد به نظر آدم خوب اومدن و متوجه شدم که تفاهم داریم. طرز فکر این آقا به من نزدیک بود، اما با توجه میگه گفتم که با توجه به اختلاف سنی و تحصیلات و اینکه من چون قصد داشتم از ایران خارج بشم نمیدونم حالا چیکار کنم، دچار تردید و دلی شدم، ازتون میخوام که من راه هم میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. گوشی نگه دارین. شما دکترای چی رو دارین میگیرین نازنینم؟ ادبیات. بسیار خوب. و چجوری میخواستی خارج شید از ایران و کجا میخواستی تشریف ببرید؟ حقیقتش این که من دو تا دختر خاله دارم، اونا هم مجردن. تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل دوباره یعنی یک کشور دیگه بریم، حالا استرالیا یا کانادا، و ادامه تحصیل بدیم و برای ادامه تحصیل بریم به اون کشور. فعلا که باید با توجه به اینکه باید مدرک آیلتس داشته باشیم، بله، داریم زبان میخونیم. بله بله بله. مدرک آیلتس ندارم من. درسته. خب چقدر وقتی آیلتس رو بگیرید و پس کنید شما، یا استرالیا، استرالیا حتما بهتون ویزا میده، یا کانادا میتونید ویزا بگیرید، درسته؟ درسته. کانادا ما حالا کشور فعلا در حال حاضر فکرمون روی زبانه. خیلی خوب. خب اصلا کشورش فعلا چون سه نفریم باید با هم تصمیم بگیم حالا چه کشوری میشه رفت. اوکی، اون رو ببینید. من شنبه اوکی، روز شنبه ساعت 11 ظهر یا 11:30 به وقت ما، من در رادیو ما و شما، رادیو ما و شما مصاحبه دارم با خانم آنیتا سلیمانی. اونجا زنگ بزنید، خب از اپ رادیو ما شما نصب کنید. ایشون سوال ایمیگریشن شما رو جواب میده و میگه برای ادامه تحصیل کجا راحت‌تر بهتون ویزا میدن. خب چون من اونو نمیدونم، این حتما این کارو کنید. همین شنبه صبح اصلا میدونی به این شماره من زنگ بزنی، بعد من شماره آنیتا سلیمانی رو میگیرم بهتون میگم که چجوری بیاید رو خط، خصوصی جواب نمیده، بیاید که به همه میخواد کمک کنه، مثل کاری که ما داریم میکنیم، بعد به اون رو جواب میده بهتون. عزیز دلم، کسی که 12 سال از شما بزرگتره، تحصیلاتش دیپلمه، حالا خب بلدن، آدم ها بلدن چطوری دل ببرن، چجوری یکی رو مجاب کنن که من مرد ایدئالم یا زن ایدئال هستم، و شما فکر کنید بله، ولی شما دکترا رو گرداری میگیری، امکان خارج شدن داری، و من همیشه میگم از لحاظ کسی که میخواید باش ازدواج کنید، از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی، خانوادگی، سن، تحصیلات، همه اینا مهمه نازنینم، همه اینا مهمه. شما پس فردا همسرت، شما دکترات رو میگیری، تمامی کسایی که باشون رفت و آمد داری در یه لول دیگه هستن. شما نمیتونی یک جوونی که طلا فروشه، خیلی هم حال جوونم، خب ماشاءالله سنش هم که خب 12 سال از شما بزرگتر، حالا فکر کن ثروتمندم از من، منم چقدر ثروتمند، حالا فکر کنیم هست ثروتمندنشون خیلی خوب، اصلا مالیشون خوبه، بد نیست،
یعنی خب طلایی که دارن از خودشون، مغازه، خونه، ماشین، خب دیگه اینا خوبه. اینا تو ایران خوبه. من کلن ثروت بعد الان تو ایران متاسفانه ثروت خیلی مهمه. همه جا مهم نیست. علاقه به طرف مقابل و خوبی خیلی مهمه. عزیزم خواهش میکنم. تحصیلات، ثروت، شخصیت، همه اینا مهمه. نگید مهم نیست. شما نمیخواید برید عاشق یه آقایی بشید که خب یه مغازه داره، یه خونه داره، یه ماشین داره. اونا نیست. اقلا با کسی که دارید ازدواج میکنید که 12 سالم از شما بزرگتره، قراره خیلی وضع عالی مناسبی داشته باشه که شما تصمیم بگیرید میخوای کار کنی یا میخوای کار نکنی، میخوای بچه داری بکنی. آیا بچه میخواد ایشون؟ حتما الان همه چی میخواد. بله؟ نه؟ بله دیگه. بله خواهرشون همه چی میخواد. منم بودم 34 سالم بود و یه مغازه طلا فروشی داشتم و یه خونه و یه ماشین، اصلا شما رو ول نمیکردم. خودتون ارزون دارید میفروشید، فروش نیست ازدواج، ولی داری هول شدی. کسی که با دو تا دوستش هدف داره بره خارج از کشور، بره رشد کنه، بره فوق دکترا بگیره، بره تحصیلات عالیه بکنه، بره یه زندگی دیگه رو ببینه، میخواد با کمترین چیز خب ازدواج کنم. خب چی میشه؟ خب چی میشه حالا ازدواج کنین با این آمار طلاق فراوانی که هست؟ حالا ازدواج کنید. اگر به من میگفتید شغلشون متفاوته، اگر به من میگفتید سنشون متفاوته، تحصیلاتشون به شما میخوره، میگفتم حتما نرو خارج، ازدواج کنید. و ایشونم میتونه کوالیفای باشه، شایسته باشه که با شما اقامت بگیره بیاین خارج خواستید دوتایی. ولی با این همه اختلاف میدونی فرزند شما یه ژن قوی داره مثل شما، یه ژنی داره که پدر نتونسته بعد از دیپلم بره دانشگاه. اینا مهمه. IQ ضریب هوشی بچه‌ها رو شما میدونید به هر دو ربط داره، به تحصیلات هر دو ربط داره. ما میبینیم، ما هر روز داریم کار میکنیم، ما مشاوره قبل از ازدواج میدیم، مشاوره قبل از بچه دار شدن میدیم، آزمون‌های زیاد هست. معلومه که ژن تاثیر داره. چطوریشون تحصیل نکرده؟ علاقه نداشتن. خب بچه شما علاقه نخواهد داشت. بچه های شما به احتمال زیاد میتونه علاقه نداشته باشه و این خوب نیست. خیلی بده، این خیلی بده. شما میخواید یه بچه باهوش، یه بچه متوسط خوب. این به ساعت تحصیلات خیلی مهمه نزنی. سن 44 سالشونه تا شما ازدواج کنید و میدونید یک سال باید برید بیاید بشناسید. 33 ساله، 34 ساله بچه دار بشه، 35 ساله بچه بیارش. آقا میشه چند سالش؟ 47 سالش. پدر بچه، پدر جوان میخواد. درست. چقدر خوشحالم که زنگ زدید. پس من با شما موافق هستم، اما از طرفی هم میدونین اطرافیان، خانوادم نه، خانوادم میگن تصمیم خودته، اطرافیان میگن که همچنین سنتو هم. آره سنتو 32 ساله پیر دختر شدی. آره آره آخه آره عزیزم گوش نده، اینا از ترس میان، اینا از بدبختی میان. 32 سالت پیر دختر شدی. نه 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 اصلا من بهم نمیخوره 32 سال. اصلا بخوره، هر کی میبینه اصلا نمیخوره بهت. من نمیخوره و عکستم برای من بفرست. جانم اگرم بهت بخوره، آره عزیزم اگرم بهت بخوره که 32 ساله باشی، نباید هیچ کدوم خانم‌ها نگران باشین. همسر مناسبی CD من نمیدونم هست یا نه، از ادمینم بپرسم چگونه همسر مناسب انتخاب کنیم. به فامیل نگو، مادر میترسه، میخواد دختره زود شوهر کنه، متوجه نمیشه. پدر میترسه. برای چی؟ برای چی؟ خانم خودکفا، خانم زیبا، خانم زرنگ، اصلا غیر از اینم باشه خودتون رو چگونه میبینید؟ برای چی قرار ازدواج کنی به این، با این شرایط این آقا، با این اختلاف سن، با این نداشتن سواد؟ یعنی چی؟ اصلا نمیدونم چطور به این سوال به فکرت رفته. اینو بدون من از تلفن من این آقا با شما که تماس میگیره میگه من میمیرم، من بهترین رو بر تو به وجود میارم، من عاشق تو هم. معلومه که عاشق توه. مسلمه من
ولی خب من خودم میگم دو دل بودم، ولی با نظر شما واقعا موافق بودم، میدونستم که این اشتباه این ازدواج کنم، اما خب گفتم من ممکنه هم تماس بگیرم، ممکنه دیگران هم گوش کنم، حالا احتمالا این ویس گذاشته میشه، ممکنه مثلا جوانای دیگه مثلا این مشکل رو داشته باشن، اینا هم گوش میکنن، درس میگیرن، حالا ممکنه طرز فکر اونا با من فرق کنه. من قبول دارم که این واقعا اشتباهه. شما یه هدیه ای. مرسی، ممنون، تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بذارید توی تلگرام، همچنین اینستاگرام و واتساپ. خیلی دلم ممنونم. شما یه هدیه هستی و برای من عکستو بده و بنویس، بنویس که تصمیم تو گرفتی، جواب نست، به آقام نگو برای چی، بگو که اصلا اختلاف سن ما اینه، ولی آقا هنوزم میتونی بری درس بخونی، یا خانمی دیگه هم که بخواد با تو ازدواج کنه ترجیح میده یه تصمیماتی داشته باشی. بابا دانی همین بچه شما من بهشون گفتم، گفتم علاقه ای ندارم از همون ابتدا. بله. بعدم اینا فکر میکنن مثلا جواب ردی که من دادم به خاطر سطح تحصیلات نست، یعنی سن رو در نظر اصلا نگرفته بودم، فکر میکنم به خاطر سطح تحصیلات. بعد میگفتن نه اینطور نیست، ما چون خانواده فرهنگی هستیم، خواهرش استاد دانشگاه داد، برادر ما هم یعنی یه جورایی مثلا توی خانواده فرهنگیه سطح فکرش بالاست، بلند نظر و سطح فکرش بالاست، اینطور نیست که مثلا پایین باشه. نه برای شما نیست، برای یک نفر دیگه حتما مرد مناسب و خوبی هستند، ولی دختران توجه کنید، یکم حرمت به نفس بیشتر، مثل همین هدیه گل که خواست، با اینکه میدونست خودش هم خواست اتمام حجت کنه و برای بقیه دیگه هم هدیه باشه. بنابراین بهتره که ازدواج نکنید تا با فردی ازدواج کنید که شایسته شما باشه، برای آقایون و خانم‌ها. و چون ما در این تلویزیون در همه جا با شما رو دربایستی ندارم، گفتاری بود که به دخترم گفتم، گفتم عزیزم تا عشق نباشه، اصلا برای منم واقعا پول مهم نبود ولی تحصیلات مهم بود. وقتی دختر شما دکتره که نمیتونه بره زن یا آقای به اصطلاح دیپلمه بشه، چجوری تو مردم میتونه ببرتش؟ خیلی از خانم‌ها براتون بگم دوستانا، عاشق یک آدم ورزشکار خوشیکل خوشتیپ چنان چنان میشن، چون عضله داره، تیپش اینه، لباس اینجوریه و بدون تحصیلات، خب میشن برن بشن، بعد ما میبینیم نتایجش چیه. شما نگاه کنید که چگونه میخواید همسر مناسبی انتخاب کنید. خانم ممنونم از تلفنتون. من جنب. یه چیز دیگه بپرسم، این که جنب. اگر مثلا حالا خانمی دکترا و مثل خودم بعد سطح تحصیلات مثلا فردی اون آقا یه به قول معروف یه پله پایین تر بود، فوق لیسانس بود، اشکال نداره، لیسانس هم بود اشکال نداره، بالاخره تحصیلات داره، دانشگاه تحصیلات داره، بعدم ژنش رو چک کنید، فامیلیش رو چک کنید، خانوادهش رو چک کنید، سطح تحصیلات اطرافیان رو چک کنید، همه اینا مهمه نازنینم، به خصوص در ایران که ما ببینیم ماشاءالله خانم‌ها چقدر دانشگاه رفتن، آقایون چقدر دانشگاه دارن. آمار از همین شنبه که صحبت میکنیم توی چیز رادیو، رادیوی ما شما راجع به این آمارا میخوام بگم بهتون، چه خودتون این دستی کم میگیرین. ما خودمون 40 سال پیش که اومدیم آمریکا تو دانشگاه شاگرد اول بودیم، به خاطر همون دیپلم ایران، میدونین تو ریاضی عالی بودیم، تو زبانمون هم بخاطر شاگرد اول تو نبودیم تو زبان و اسپیچ، ولی تو ریاضی و شیمی و فیزیک عالی بودیم، بلکه سطح تحصیلات کشور ما عالیه، متوجه هستین؟ بنابراین قدر گوهر وجود خودتو بدون. نازنینم ممنونم. جونم تفاوت اختلاف سنی باید چقدر باشه؟ اختلاف سنی به نظر من بیشتر از 7 سال من موافق نیستم، اگه 2 سال کوچیک‌تر باشه من خیلی هم موافقم، اصلا خیلی هم خوبه. میدونین چرا؟ اگر آقا سنش بیشتر باشه، 12 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، خیلی عالیه، همه میگن بگیرش، تحصیلاتم نداره برو ازدواج کن. نه، اگر 4 سال، 5 سال از شما کوچکتر باشه، با عقل باشه، با شعور باشه، تحصیلات عالیه داشته باشه، خیلی هم خوبه، هیچ اشکال نداره، اصلا اشکال نداره. این حرفا چیه خانم؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ نه اصلا اینجور نیست. اتفاقا نگاه کنید زن و شوهرهای همسن رو میبینید، خانم ها از بس به خودشون میرسن، به زیبایشون میرسن، دیگه بوتاکس که همه جا هست.
جلد که دیگه همیشه هست، از بس به خودشون میرسن از مردانشون خیلی زیباترن. شاید مردان هم احتیاجی ندارن، ولی میبینید که زنان زیبا چقدر زیادن نازنین. اصلا این فکر رو نکنید. وقتی شما عاشق هم هستید و واقعا انتخاب درسته و پری ماریتال تراپی قبل از ازدواج مشاوره میرید، میبینید که میتونه انتخاب خوبی باشه و سن 4-5 سال هم کوچکتر اصلا مهم نیست. کما اینکه 4-5 سال بزرگتر تا 7 سال خوبه، ولی دیگه بعد از اون من یکی مخالفم. شما درست میفرمایید. ممنون از لطفت، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و اینکه هستین در خدمت ما که ما رو راهنمایی کنیم. خواهش میکنم، حتما تعهدیم قربونت برم، تعهدت هم برای من بنویس و عکست هم بفرست. زیبا، خدا نگهدار. خدا خدا. خب دوستان خوب ما یک پیام ها رو نگاه میکنیم.